مبارزه سجاد غریبی و مارتین فورد برای همیشه توسط فدراسیون جهانی لغو شدش و توی اون تاریخ جدیدی که اواسط آبان اعلام شده بودش مسابقه برگزار نخواهد شد. با ما توی این ویدیو همراه باشید، دلیل این لغو شدن رو و صحبت‌های سجاد غریبی و مارتین فورد و اینکه چه اتفاقی افتاده رو با هم می‌شنویم. شما هم برای اینکه ویدیوهای جنجالی بعدی رو از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام رفقا، به کانال خودتون کانال زرد تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون توپ باشه. خب مسابقه سجاد غریبی و مارتین فورد هم برای همیشه لغو شدش و قرار نیستش که اواسط آبان هم مسابقه بین این دو نفر برگزار بشه. همونطور که احتمالاً در جریان هستید قرار بودش که چند روز پیش یعنی 2 آپریل که 13 بدر ما میشدش مسابقه بین سجاد غریبی و مارتین فورد اتفاق بیفته که این مسابقه از ماها قبل حواشی زیادی داشت و خب مثل اینکه برای اسپانسر برنامه همین حواشی کلی پول آورد و قرار نیستش که دیگه بیشتر ادامه بدن و همینقدر براشون بسه. اما اینکه از طرف چه کسی این مسابقه لغو شده، خیلی‌ها شایعه کرده بودن که سجاد غریبی درخواست کنسل کردن برنامه رو داده، ولی خب خود سجاد غریبی بعد از شنیدن این خبر اومد یه ویدیو از خودش توی کانالش منتشر کرد و گفتش که از سمت من نبوده و من شکایت میکنم علیه مارتین و فدراسیون جهانی. بریم ما هم صحبت‌های سجاد غریبی رو درباره لغو شدن مسابقه‌اش با هم بشنویم. سلام عرض ادب مردم شریف ایران. قبل از هر چیز باید متاسفانه اعلام کنم که خیلی متاسفم واسه سازمان بوکس استان که چنین حریف ضعیفی رو روی در روی من قرار دادن و که حتی از فیس تو فیس هم کاملا مشخص بود که ترسیده و پشت بادیگارا داخل هتل پنهان شده بود. مبارزه از طرف فورد کنسل شده و نه تنها با من بلکه با هیچ فایتر دیگه مبارزه نمی کنه چون توان مقابله و آمادگی مبارزه نداره. مسابقه از طرف من کنسل نیست. من به سازمان بوکس اصلا دیروز اعلام کردم که حریف دیگه رو به جز فورد برای من جایگزی کنید و دنیا داره این ببینه که واقعا چه کسی سنی مبارزه داره ترک میکنه. اما اونطوری هم که سجاد غریبی میگه از سمت مارتین هم مثل اینکه این لغو شدن نبوده و خود مارتین هم از این قضیه ناراحته و گفته کلی هزینه کردم توی این چند ماه، کلی تمرین کردم، کلی رژیم گرفتم و سختی کشیدم و دوست داشتم که این مسابقه برگزار بشه ولی نمیدونم چرا این مسابقه رو لغو کردن. بریم ما هم صحبت‌های مارتین فورد رو هم بشنویم. Talking about it, too much time, too much energy has been wasted. For me personally, I'm still here, I'm still training hard. There will be a debut, there will be a fight. I'm just not 100% sure who, when, or why. But it will happen, and nothing will change there. Thank you, and speak to you soon. خب رفقا نظر شما چیه؟ به نظرتون اصلا از اول هم قرار بود مسابقه برگزار بشه یا ما رو فیلم کرده بودن؟ و اینکه این صحبتایی که حالا مارتین فورد و سجاد غریبی انجام میدن و میگن از کنسل شدن برنامه ناراحتن حرف دلشونه یا نه از اولم قرار بوده که لغوش و از این اتفاق و پولی که به جیب زدن خیلی هم خوشحالن. حتما نظرتون تو بخش کامنت ها برام بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم ببینید.